دیگه چرا قایم شدی دیگه بیرون؟ خجالت میکشی؟ آخه سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان. و این هفته میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم که تا حالا ندیدین و خیلی هم دلتون میخواسته ببینین. منو توی یه وضعیتی میخواد. نه اشتباه نکنید. من بدون کچلوار و کراوات با برنامه چندشنبه. فقط دیگه آبرویی نکن دیگه، اینجا من دارم لباس عوض میکنم، اینجا رخت کنم. برو الان میام تو زمین فوتبال. برو. ایران چی کارش میکنه؟ سوراخ ببخشید، من وارد محوطه ورزشی محیط ورزشی که میشم مثلا گلن جب میگیرتم. بچه‌ها با این توپا بازی کنید تا من یه توضیحاتی رو بدم. خدمتتون عرض کنم که دوستان ما در هفته گذشته برنامه چندشنبه مهمونمون سعید شنبه‌زاده بود، موسیقیدان و نوازنده و آهنگساز خوب کشورمون. ولی زیاد توضیح راجبش ندیدین. خب سعید شنبه‌زاده رو همه میشناسن دیگه، اما بعد از برنامه یه رفعه دیدیم خیلی عظیمی از دوستان اومده بودن زیر پست لینک برنامه، نوشته بودن این که بود، این هم کجا بود؟ خیلی محترمانه بود، عاقلانه و فرهیخته بار و خیلی باشعور. ما هم گفتیم، خب البته سوال شده بود برامون که این دوستان، این علاقمندان که صبح و ظهر و شب بل هستن توی اینترنت و پای فیسبوک و اینستاگرام و وبسایت های مختلف، خب چرا نمیرن یه سرچ بکنن ببینن سعید شنبه‌زاده کی است؟ برن یه گوگلی بکنن، یه ویکی‌پدیایی چک بکنن، برن ببینن سعید شنبه‌زاده کیه. بعد یه دفعه گفتم خب راست میگن، حق دارن، یاد یه چیزی افتادم، یاد این افتادم که بله، ما 2 دقیقه کلن سرانه مطالعه که هر کدوممون در سال نداریم، که 2 دقیقه کلن سرانه مطالعه هر کدوم از ماست در سال میشه چقدر؟ 120 ثانیه. گفتم این 120 ثانیه رو اگه بخوان برن توی نمیدونم اینترنت بگردن ببینن سعید شنبه‌زاده کی هست، چی کار میکنه، نمیدونم از کجا اومده، بعدن اگه خدایی نکرده زبونم لال برن یه سوپرمارکتی بخوان یه شیری بگیرن، نمیدونم تونه ماهی بگیرن، قوطی لوبیایی بگیرن، بخوان تاریخ تولید و انقضاشو بخونن، چون اون 120 ثانیه رو مصرف کردن سر سعید شنبه‌زاده دیگه نمیتونن بخونن. اون وقت یه موقع تاریخ مصرفش گذشته، میرن خونه میخورن زبونم لال این اسطوره ها از بین ما میرن. برای همین اشکال نداره، شما وقت خودتون تلف نکنین، 120 ثانیه تون نگه دارین برای همون تاریخ تولید و انقضای محصولات مختلف، و بیشتر از این نمیخواد مطالعه کنین، به گشت و گذارتون بپردازین در فیسبوک و اینستاگرام و جاهای مختلف. حالا مارک زاکربرگ و کسای دیگه که صاحب و تقریبا مدیر این کمپانی هستن بهتون حقوق که نمیدن، ولی ان شاء الله یه روزی بیمتون میکنم براتون سابقه کار محسوب بشه، براتون خوبه. این تبلت سونی رو به من بدین که من سعید شنبه‌زاده رو براتون معرفی کنم. سعید شنبه‌زاده آهنگساز خوب کشورمونه، از سن 7 سالگی به موسیقی علاقمند شده و وارد این عرصه شده و کار حرفه‌ایش رو به عنوان موزیسین، به عنوان یک موسیقیدان در سال 1990 یا سال 1969 در جشنواره موسیقی فجر آغاز کرده که با اجرای بسیار خیره کننده جایزه اول جشنواره رو هم کسب کرده. از سال بعدش، یعنی از سال 1991، سال 70 هم کنسرت‌های خودش رو آغاز کرده با ارکستر سمفونی تهران، اجراهای بسیاری رو داشته، بعد برنامه‌های مختلفی رو در جشنواره‌های خارج از کشور برگزار کرده، از فرانسه بگیر تا اسپانیا تا نیویورک و جاهای مختلف با موزیسین‌های بزرگی کار کرده. در سال 2001 وارد کنسرواتوار موسیقی پاریس شده و به فراگیری ساز ساکسیفون پرداخته. مبانی موسیقی جاز رو هم در موسیقی جاز رو هم در شهر پاریس یاد گرفته. دیگه یکی از نوآوری‌هاش تلفیق موسیقی جنوب کشور با موسیقی جاز هست و همینطور رقص مدرن با رقص جنوبی، به اضافه اینکه فعالیت‌های دیگه هم داشته، در فیلم‌های سینمایی هم بازی کرده هم آهنگسازشون بوده. فیلم گفتگو با باد بهرام بیضایی بازیگر نقش اول بوده، آهنگ فیلم رو هم ساخته. دیگه خدمتتون عرض کنم فیلم در محسن مخملباف آهنگسازش بوده، فیلم باران بومی رخشان بنی اعتماد هم آهنگسازش بوده. این سعید شنبه‌زاده بود که دوستان پرسیدن سعید شنبه‌زاده کیه. حالا این از سعید شنبه‌زاده، عزیز دل من، دوست خوبم، حالا ان شاء الله بعداً هم یه بار دیگه دعوتش می‌کنم توی برنامه، هم برامون برنامه اجرا کنه هم مفصل‌تر راجع به کاراش باهاش صحبت بکنیم. اما امروز من چون عاشق بازیگری ام، همینجوری داشتم گذری می‌رفتم سر کار، یه دفعه یه صحنه‌ای دیدم، یه اتفاقی افتاد، این هنر بازیگری من اینجوری خلخلخلخل اومد بیرون.
ببینید شما، ببین مهمون دلیل اینکه من الان تو زمین فوتبالم هستم به خاطر همین اینه. مهمون برنامه این هفته اینجاست. ببینید Hold on to it like that. Okay, good. Just like that. Good. Okay. آشه ها آماده؟ خیلی خوب. آقا تشریف بیارین. عالی عالی. آقا خیلی ممنون. خوبه. دست شما در نکنه. بفرمایید. دیر شد. خب آشه ها ساکت. حرکت. برو تو. برو تو. برو تو. خوبه خوبه. باریکن. بگو بگو عزیزم من میرم باقالی بخرم. نه 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 ببین عزیزم دارم میرم باقالی، یه ذره مهربون باش با اون قیافه زمختت که نمیتونی اینجوری بگی عزیزم باقالی، یه ذره مهربون مهربون بگو. عزیزم من میرم باقلاوه بخرم. حالا که انگار یه دختر 14 ساله داری حرف میزنی عزیز دلم، بگو یه ذره بین این دوتا، نه خیلی سفت نه خیلی شل، بگو. عزیزم من میرم باقالی بخرم. آقا بیا برو بیرون. پاشو. Come here, sir. Come here. یه خط میخوام بگیسم. پاشو. شما بشین. شما دیگه هنرپیشگی رو بذار در کوزه آبشو بخور. بفرمایید. میگی عزیزم دارم میرم باقالی بگیرم. عزیزم درنگ میرم. باقالی بگیرم. باقالی بگیرم. چرا به من میگی سم؟ تل آف دیر اونو بالا رو بگو. بگو. بگیرم. 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 بگو دوباره. بگیر بره. بگیر بگیر نه. بیا آقا خواهش میکنم تشریف بیارین. تشریف بیارین بیرون. آقا ببخشی. سکو. شما اجازه میدین ما دو دقیقه وقتتون رو بگیریم تو فیلم ما باشی؟ چی شده؟ قیافه شما محشره. خواهش من دارم یه فیلم درست میکنم برای دهه 1920. بله. شما انگار که از فیلم 1920 اومدی بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. فیلم خیلی خوبیه بفرمایید. فیلم خوبیه؟ بله بسیار عالیه. فقط یه خط داری عزیزم بشین شما. چی باید بگم؟ بگو عزیزم میخوام برم باقالی بخرم. بله خانومتون اون بالا واسه جنایی فیلم؟ نه فیلم خیلی بسیار زیبا و سکسی. حالا این فیلم بسیار همون تیکه سکسی شو اگه بشه من بازی کنم. همینجاست. فقط بگو همینه؟ حالت سکسی بگو عزیزم دارم میرم باقالی بخرم. بله میشه لطفاً این کارو بکنین شما؟ بله خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم. چه جمله عمیقی هم هست. فقط بگین یک. به کجا باید بگم؟ به خانمتون اون بالا. بله بله چشم. یک دو سه حرکت. عزیزم آه من دارم میرم باقالی بخرم. خدا حافظ. کات. عالی بود عالی بود ماری کلم. قربونت برم. تشکر میکنم. آقا شما تجربه بازیگری داری؟ والا بازیگری که چه عرض کنم، ولی من یه شو تلویزیونی دارم، یه برنامه تلویزیونی دارم به اسم، یعنی اولین لیت نایت شو فارسی هستش به اسم چند شنبه با سینا. من خودم چند شنبه با سینا. بله بله. چند شنبه با سینا. اون دقیقاً نکته عمیق فلسفیشی که گذاشتم نامجهول، یعنی مجهول بمونه و پس مردم نمیدونن چه شبی پیدا چند شب. نه نه میدونن جمعه شب. نه جمعه شب ساعت 10 من خودم هم اجراش میکنم. خیلی کارت عالی بود. قربون شما. خوشحال شدم. تشکر میکنم. تمنام کنم آقای مکس امینی، من شما رو الان شناختم از پیرهنتون. تشکر میکنم. بله پیرهن من خیلی معروف هست. بله پیرهن خیلی معروفیه. من یک دونه پیرهن دارم و 20 سال این پیرهن رو میپوشم. خیلی پیرهن منم از همینجا شناختم، وگرنه از صداتونم البته شناختم. ناراحت نشین موقع بهتون بر نخوره. میخواستم اگر اشکالی نشه بشه دعوتتون کنم که یه مصاحبه هم با هم داشته باشیم. من برای برنامه. بله برای برنامه همین چند شنبه. بعد چند شنبه پخش میشه؟ همون جمعه ها پخش میشه. پس با هم مصاحبه میخوام بکنم. بله بله اگه اشکال نداشته باشه. بله من برای فیلم شما بر... یکی بده کاری من دیدم. بله دیگه به هر حال قربون شما. تمنا میکنم تمنا میکنم خواهش میکنم بفرمایید. تمنا میکنین که با من مصاحبه بکنین؟ تمنا میکنم که در خدمت. خواهش میکنم. التماس میکنم. من تمنا میکنم که شما تمنا نکنین. بفرمایید من از شما تمنا میکنم. تمنا میکنم. تمنا نمیکنم. بفرمایید. تمنا. بفرمایید. باقالی رو خیلی خوب گفتی. جدی میگی؟ یعنی اینقدر به زیبایی گفتی باقالی. ببین من تو عمرم کسی رو ندیدم بتونه با احساس من راستش بخوام احساس درست با من رو بگی. سمبل من برای بازیگری اسطوره من آلپاچینو بوده و من همیشه اونو دنبال کردم مخصوصا توی زمینه باقالی. باقالی باقالی بله. خداحافظ شما. مسابقه فوتبال بین تیم من که به زیدان معروفم تو محلمون و
مکس امینی که اونجا داره باز خودش میدوه و حالا صاحب توپ نمیشه. مکس امینی صاحب توپ نمیشه. دقایقی رو میگیرم که صاحب توپ نمیشه. حالا جدا از قضیه بازیگری، من مصاحبه جالبه، مصاحبه جالبه. ولی این آقای مکس امینی که اینجا میبینی الان داره لگد در توپ میزنه و دنبال اینو ولش کنی، ول مصاحبه رو ببینی الان برام صحبت میکنیم. خب مکس، حالا تو به جز کار کمدین و کارهای طنز که انجام میدی، کار کارگردانی هم از قرار انجام میدی؟ آره همه کارا رو انجام میدم، کارگردانی، همه فن حریف، تهیه کنندم، گریمورم، رفتگر بعد برنامه تا اینجا رو جمع کنم همه رو بزنم، بعدم رانندگی میکنم همه رو خونه. چی خوندی کلن توی دانشگاه اگر؟ UCLA که من به اصطلاح دیگریمو گرفتم توی همین کار تئاتر و فیلم. کارگردانی بازیگری؟ از بازیگری شروع کردم، بعد تو کارگردانی تموم کردم. یعنی چند تا کورسی ما میتونستیم به آپشن داشتیم که ماینر بگیریم، من اونا رو، اون کورس ها رو گرفتم که با کامراها آشنا بشم. مثلا شما این کامرایی که اینجا گوشتین و آتش، اینجا سیستم عالیه، من اینجا خیلی دوست دارم. مثلا شما یه دونه کامرا من دارین، حرفن حریف 6 تا کامرا رو یه نفر داره می‌گردونه. این هنره. بله. فقط تو ایرانی‌ها پیدا میشه. دقیقاً. یک نفر میتونه همه کار رو انجام بده. میگم هنر نزد ایرانیان است و بس. بس. و همین الان این کامرامن اینجا واقعا نمونه شه. دقیقاً. ماشاءالله. ما بچه‌هایی رو داریم که کارهای دیگه‌ای رو هم مثلا یک تنه انجام میدن. یعنی هم نویسندگی میکنن، هم اجرا میکنن، هم تهیه کننده برنامه، هم دیگه خدمتتون عرض بکنم که بعضی وقتا همون کار شما رفتگری بعد از برنامه رو هم انجام میدن و الان نشسته جلو شما. سیستم ایرانیه دیگه، تلویزیون همه اینا رو دارن، تلویزیون هم مال خودشونه، دکمه رو میزنن بعد تلویزیون رو خاموش، همونجا خونه شونه. شب بخیر. این منو یاد تئاتر انداخت. من اولین بار تو رو توی تئاتر از ماهواره با عشق دیدم، با بهروز وثوقی، هوشنگ توزی، نکار صادقان، خودت و دیگه کی بود؟ همین دیگه، همین بودیم. یکی دیگه بود؟ آه شیلا وثوق. آره شیلا وثوق. شیلا جان ببخشید، واسم شیلا. آره خیلی نمایشی واقعا خوبی بود، خیلی خاطرهای خوبی من. خیلی جالب بود، خیلی خنده دار بود و من تا حالا نمایش فارسی بازی نکرده بودم و اولین نمایش من با بهروز وثوقی بود که واقعتا خب اسطوره سینمای ایران، هنرپیشه محبوب ایرانی. برام خیلی اکسایتینگ بود که ببینم کارمون چجوری میشه و خیلی خیلی برای من تجربه خوبی بود. خیلی از آشنایی فیزیکی شما خوشبخت بودم. جانم؟ این تعریف بودیم از راه دور شنیده بودم، ولی از نزدیک لمس برای بشر مهم ترین مسئله. اگر 70 میلیون ملت ایران نظر شما در رابطه با امینی چیه؟ خیلی سریع نقششو میگیره و این خیلی مهمه. برای روز اولی که اومد شروع کرد یه چیز دیگه بود، الان نقشو پیدا کرده و فوق‌العاده است. یعنی به نظر من فوق‌العاده است. فکر میکنم اولین کارت بوده دیگه به صورت حرفه‌ای یا؟ نه به عنوان حرفه‌ای داشتم کار میکردم اون موقع، ولی اولین نمایش ایرانیم بود. من تو به صدا من از گریجویت که کردم از UCLA حدود 35 تا تئاتر آمریکایی بازی کرده بودم. و روی من واشنگتن دی سی، جایی که من مدرسه‌مو شروع کردم، و تئاتر ایست کوست خیلی تئاترای قویه. خب وقتی که موو کردم لس آنجلس، اینجا مدرسه‌مو تمام کردم، هوشنگ توزی از من خواستش که در تور اروپاشون و دبی باهاشون همکاری کنم، ولی من تا حالا شو فارسی ایرانی انجام نداده بودم. مشکلم علاوه فارسی حرف زدن نداشتی؟ نداشتم، ولی یه تجربه دیگریه. برای اینکه جوری که دیالوگا انجام میشه، جوری که حتی هر کارگردانی سیستم خاص خودش داره، ولی جوری که هوشنگ کار میکرد، اینا برای من همه اینا یه چیز جدید بود. حالا
تئاتری که بازی کرده بودی توی آمریکا به زبان انگلیسی هیچ کدوم طنز نبودن یا بودن؟ هر دو بودن. هم میوزیکال بازی کردم که موزیک هست، میخونی، میرخصی، حتی نه که رقص مزلفانه رقصای خیلی تکنیک، مثلا تپ دنس. تپ دنس من کار میکردم آره با کفشا اینا. بعد میوزیکال کار کردم، صدای من امروز گرفته وگرنه براتون برای میخوند که... مثل ابی. بله حالا مثل ابی نه، ولی شاید مثل داریوش شاید مثل گوگوش، نمیدونم کدوم. You got a really beautiful beard. No really, you look like Ebby the singer. Do you get that? People call you Ebby? Unfortunately, you don't. Boy. drama. Let's see what happened. What don't you like about Ebby? Bego, don't worry. Nobody. He's not here. Go. Hold on one second. Everybody here, please don't tell Ebby, okay? What happened between you and Ebby? What happened? Were you singing and he turned off your music or something? Baba, shukhe, it's comedy. I know it's comedy. Please don't respect right now. Okay, please. Please don't do that. Like in the middle of a concert, Ebby goes, oh my God, that guy. Ebby introduces, hey, Baba, shi, don't pesare uncha. You look like Maximini. Unfortunately. مردی که مطرب بیشور. No, I don't look like him at all. I look like Hafez the singer. I mean, the poet, Hafez, I'm a singer. Poor Hafez. Hafez is the poet, okay? See, من گفتم بگو دیگه. Come on, buddy. دارم یواش یواش این چیکی. No, I won't tell anything. What are you afraid of? Abby's gonna come to your house. Dick, 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 dick. آقا این چه بحثشه؟ پشت سر من حرف میزنه؟ آی مردی که یه دروغ نتو من دراما رو خیلی دوست دارم، یعنی فکر میکنی تو طنز قوی تری یا دراما؟ اولا فکر میکردم که تو کمدی، بعد جات خالی یه فیلم بازی کردم دراما، یه عربده کشیدم فیلم بردار دوربین دستش افتاد. بعد گفتن که فکر نمی‌کردیم اینقدر تو اعصاب بودی. اینقدرم درامات ولی دراما یه ببین آخه فرقش اینه که تو دراما اکتینگ تو خیلی بهتر میتونی نشون بدی، یعنی واقعا عربده کشیدن و شیکوندن و مثلا دقیقاً اون احساسای عاطفی رو اگه از درون احساس نکنی اون بینندهی که داره فیلمو نگاه میکنه میفهمه یا با اون حد به شما کنکت نمیشه. روی این حساب همیشه خودم به شخص مخالفه یه همچین چیزی بودم، چون بیننده های عام وقتی که میخوام بگن طرف خیلی بازیش خوب دیگه چجوری عصبانیش رو رگای گردنی سر رو بیرون بلو لگت زد مثلا میز رو خورد کرد، خیلی بازیگر خوبی. خب اون سیستم قدیمی بود. سیستم قدیمی بود که عصبانیت رو اکت میکردن، از درون نبود. دفعه میگفتش که کجا رفته بوده؟ ولی دسته اول میرفت. کجا رفته بوده؟ نمیای دیگه؟ نه. خیلی فرق میکنم. ولی خب سینما روش کرده. به هر صورت. من فهم میکنم چه کمدی، چه دراما بستگی به اون داستان داره. یعنی شما به شرطی عاشق یه کاری میشی که میگی این داستان من واقعا دوست دارم، این کاراکتر اصلا بی‌نظیره، و وقتی اون احساس پیدا میکنی اون بهترین کاره. چه فیلمی بود اون فیلمی که بازی کردی؟ فیلم ایرانی بود یا؟ هنوز نیومده. امسال دو سه ماه دیگه میادش. آمریکاییه یا؟ آمریکاییه. اسمش از بیان پارادایس. با کی هم بازی بودی؟ هنرپیشایی هم که تو فیلمن آمریکایی هم، من تنها ایرانی هم تو فیلم. در نقش ایرانی یا در نقش ایرانی که در آمریکا هستم. عصبیه و داد میزنه سر فیلم بردار بقیه برای بچه ها. مثلا ازدواجه. خب وقتی شما مثلا ازدواجه حتما عصبی باشید. Don't you ever lie to me! Don't you ever hit me again! Joseph!
دوستان یه بخش اون برای آبگونه با هم ببینیم. بخش اون برای آبگونه این هفته خیلی هم راجع به شرایط الان ماست، فوتباله، ولی یه فوتبال عجیب غریب ببینیم با هم دیگه. خیلی باحاله. I'm the new host of the Tonight Show, and I'm here with Colin Farrell, Chris Pratt, and Frank Knuckles from the Roots. Frank, there you go, it's Frank right there. Frank Knuckles. Now we're getting ready to play a two-on-two bubble soccer, and this is the last time we're ever going to play this on my show. I can't wait till this is over. It's refereed by my man Steve Higgins. Steve, you don't have to say anything. And, I'm good. As you can see, we're all wearing giant bubbles. The goal of the game is to score on your opponent's elevator here at 30 Rock in the hallways. We'll set a running clock at a minute 30. What? Oh my God. How about 30 seconds? I'm gonna die. I'm gonna die in a ball. Anyways, Colin and I versus Chris and Frank. No, me and Frank. Oh, yeah. That's right. Sorry. Frank and I. So blue Sneaky. Versus yellow. Let's get in position. Balls to the wall, you guys. All right. Balls to the wall. All right, clean game. Oh! Woohoo! Fight! Fight! Jimmy! You okay, Jimmy? All right. I can't get up! I hate this guy! No! So physical. Oh my God, I'm shocked. Balls to the wall, gents. 30 seconds left. Ready? Yeah. Ish. I'm out of breath. Oh, I'm still out of breath. I'm gonna start smoking again. Oh no, this is like a gang. I hate this! How many seconds left? 9, 8, 7, 6, 5, 4! I hate that game so much. I don't care who won. My thanks to Colin Farrell, Chris Pratt, and Frank Knuckles. بکش گوشه! مکس! بکش، بکش از گوشه بزن! از گوشه بزن تو کوه! از اونجا بکش رو دروازه، از اونجا بکش از... مصاحبه رو بقیش رو نگاه کنیم، منم الان میام. بازیگر شدن تا استنداپ کمدین بودن خیلی فاصله داره. معمولا اول میخوان بازیگر بشن، مثلا وارد سینما بشن، حالا یا بازی دراما یا کمدی، بعدن حالا یه چیزی رو در خودشون میبینن یا کشف میکنن میرن دنبال این کار. مال تو همینجوری بود یا از اول میخواستی استنداپ کمدین بشی؟ نه بعضیا هستن که میخوان از اول، ولی من از اول میخواستم هنرپیشه بشم. بعد که میرفتم دانشگاه و کار اکتینگ رو انجام میدادم، من یک کلاسی برداشتم به اسم امپروویزیشن، یعنی فل بداهه. خب بعد یه سری کارهایی انجام میدادن که هنرپیشه ها با هم جمع میشدن و با هم فل بداهه داستانی رو بازی میکردن و یه آدینسی نشسته اینا رو میبینه و کمدی رو شما همونجا میسازی. ولی چند تا المان داری، مثلا میگن کجایی، کی هستی و چی کار میخوای بکنی. این سه تا المان هم مثلا میگن شما یه پلیس هستین در شرایط مثلا جنایی هستین که مثلا یکی مرده، اینم مثلا قاتله، میفهمین که این مثلا هدفتون هم یه سناریو در میارین و اونو همونجا فل بداهه بازی میکنین. این کار خیلی دوست داشتم و هر دفعه که ما توی کلاسمون این کلاس امپروویزیشن رو داشتیم، وقتی من برنامه اجرا میکردم همه بیشتر دوست داشتن، همه میخندیدن و من احساس میکردم که واو من خیلی خوبم تو این کار فل بداهم. رو این حساب یک تابستونی که اومد من کلاس
یه عد دیدم توی روزنامه، اون موقع روزنامه بود، همه چی رو آیپد و اینا روزنامه اینطوری برق می‌زدم. رسیدم به یه عدی که نوشته بود کلاس استنداپ کامدی. این کلاس ها رو شرکت کردم و تو آمریکا؟ تو آمریکا. و تو ذهنم این بود که خب این کار رو انجام میدم ببینم چه جوریه، ممکنه یه کسی منو روی استیج ببینه، یه کارگردان منو ببینه بگه واو این پسر بهترین هنرپیشه که دنیا، برای نقش صادق هدایت اینو بذاریم بغل تام کروز خودش رو منفجر کنه. و همین اتفاقا هم میفته مرتب، هر نقشی ما میدن الان میدل ایسترن میمیره یه جوره. ولی این که رو برداشتم، اینقدر یه دفعه من تو این کار استندآپ کامیدی اشتیاق پیدا کردم که دیگه همینجوری ادامه دادم و کار هنرپیشگیم هم ادامه دادم. ولی من همه با من استندآپ کامیدی میشناسن، برای اینکه بیشترینی که از من دیدن توی استندآپ هست. دقیقا. خوشحالم که همینجوری دارم ادامه میدم و انتخاب نمی کنم، میذارم زندگی خودش انتخاب بکنه. یعنی من کار خودم انجام میدم، شوهای استنداپ هم میذارم رو اکتینگم، هم کار میکنم، سعی میکنم سناریوهای خوب پیدا بکنم. یه فیلمم خودم میخوام بسازم جدا. تا چند ماه دیگه یه سناریو پیدا کردم، دراما میخوام، دوباره سیستم میخوام، هم میخوام کارگردانش بشم. خودت هم بازی کنی نقش بزن. به عنوان یه کمدین خیلی آدم خوش شانسیه، خیلی آدم خوش شانسیه. چرا؟ چون مادرش ترکه، باباش اصفهانی. یعنی هر کاری بخواد انجام بده کمدیه. نه هر کاری بخواد انجام بده در زمینه طنز در رابطه با قومیت ها پشتش گرمه، میگه خودم بودم دیگه. نه خب فامیل خودم بودم. خب اصلا من با قومیت ها شوخی نمی کنم. یه چیزایی بگم، شما قومیت چیه؟ ما شیرازی در نظر بگیر. خب با شیرازی ها شوخی میکنم. برای چی آخه؟ شیرازی ها اتفاقا خیلی خیلی مهربونن، یعنی برای نسبت شما شیرازی ها. من چند دوستای شیرازی دارم، واقعا انسان های بسیار مهربونی هست. مهمون نوازیشون نه. ما اصفهانی هستیم، راتون ندادن به دلیل همون اصفهانی بودن. اگر مشکلی پیش اومده هرچی سعی کردی دعوتمون بکنه، هیچی دعوتمون نکرد. من نصفم ترک نصفم اصفهانی. بله این نصفم با اون نصف من کلافه کردن اصلا نصف کماشه. مامانم ترک تبریزه، بابام اصفهانی. I know it's really fun like growing up in my house. You know, Esmani side, my dad is a jokester, and my mom is patient. Pretty much, that's it. Like, huh? You are very khasis. Khele khasis. Khak tu sar bande. Khele smart with you, shoma. This is the best hacker I got ever. Shoma mal koja hasin? Shoma ke tambal tambal. Shirazi ya tambal. Mashallah. شیرازی‌ها بغل تخت خوابشون یه صندلی دارن. بغل تخت خواب همه‌شون یه صندلی که از خواب که پا میشن بعد یه چند ساعتی هم میشینن. خستگیشون در میره. فکر می‌کنم به کلیسای اسموری‌ها. ماشاءالله. شیراز که خیلی گلیم. شما گفتی اسمونی هستین؟ دست دید. اسمونی نیستی شما؟ خیلی حالا همه که پرفکت نمیشن که انشالله که دوستان اینو گوش کنن و دوست داشته باشن، بلکه این برای من خیلی مهمه. ما توی سیستم استنداپ کامیدی آمریکایی، حالا که ما این صحبت رو داریم میکنیم، میخوام توضیح بدم که استنداپ کامیدی چی هست. استنداپ کامیدی خیلی با ارزشه، یعنی یک هنریه که در کشورهای غربی بسیار بهش احترام میذارن، برای اینکه یک دیدگاه، یک کسیه که دیدگاه شخصی خودش رو در راجب مطالب مختلف توضیح میده و به عنوان کمدی این مطالب رو میگه، مردم میخندن. با دید طنز یه مطلبی رو توضیح میده که مردم میگن آقا بس دیدگاه سینا راجب چه سیاسی چه غیر سیاسی چه خانه هرچی راجب این مطلب اینه، و هر چقدر که شما مطلبت جالب باشه یه سری آدم ها دوست دارن طرز فکر شما رو. دقیقا. یه سری هم دوست ندارن.
درسته، ولی این طرز فکر سیناست، این جوک نیست، استندآپ کمدی این نیست که بیای بگی که یه روز یه اصفهانی مثلا اینطوری که یه شیرازی صبح خواب پاشود دوباره مثلا گرفت خوابید. مثلا منظور که اینا جوکه. مال اصفهانی رو نگفتم، مال شیرازی رو گفتی؟ من داری توهین میکنی؟ نه 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 نه، من به ذهنم یه چیزی دیگه دارم شوخی. اصفهانی هم یه جوکه اصفهانی بگم، این جوک خیلی مثبته. اصفهانی میگن که اصفهانی خیلی فضولن، کلن کنجکاون، بسیار انسان‌های کنجکاوین. میگن که اگه شما قول بدی دیگه فضولی نکنی نصف جهان رو بهت میدیم. اصفهانی میگه آه نصف دیگه اشو به که میدهیم. این اینا جوکای قومیه، یعنی جوکه. ولی من خیلی دلم میخواد که این کار رو بکنم و دارم روش الان کار میکنم، و اون این هست که همین استنداپ کامیدی رو به فارسی ما بتونیم بیاریم و یک مطلب بسیار خوبی که خنده داره ولی دیدگاه شخصی منه، و اینو روش کار بکنم که شاید جوانایی که کمدی رو دوست دارن یواش یواش این موومنت اتفاق بیفته که از جوک قومی بیایم بیرون و بیشتر کمدی رو بکنیم یه کمدی که ما بتونیم از خاطرات و از طرز فکر، اون چیزی که گفتی خیلی قشنگ گفتی، دیدگاه طنز با هم صحبت بکنیم. حالا میونه کلامت شکر و عسل و تمامی شیرینجات اصفهان و تبریز و شیراز، چون صحبتت هم خیلی جالب و کلی داریم حال میکنیم و هم دارن لذت میبرن، یه فاصله ای رو یه استراحتی رو بکنیم، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. ما مخلص شما هستیم، بریم ببینیم. خیلی من بازیکن خوبی هستم در زمینه فوتبال، اما بخش پندگونه برنامه خیلی هم پرطرفداره. این قسمت هم راجع به سفر کردنه. ما همین جوری، ماها وقتی میخوام بریم مسافرت که همین جوری نمیریم، که کلی تغییر و تحولات و برنامه ریزی و چیزهای مختلف داریم که حالا من بعدا راجع به صحبت میکنم، اما همه چی از همون لحظه اول شروع میشه، از وسایل جمع کردن و سوار هواپیما شدن. ببینیم بخش پندگونه این هفته رو ببینیم که چجوری پندگونه. نقل است روزی شیخ به همراه مریدانش جهت وکیشن عزم سفر نمودی و بیدرنگ بر فرودگاه در آمدندی. مسافرین محترم تحقوران به مقصد پاریس، مسافرین محترم تحقوران به مقصد پاریس، همین بر درگاه خروجی در آیان. من کاپیتان پرواز و خط هوایی تهران ایروینز برای شما سفر خوبی را آرزو کردم. لطفاً از باز کردن در طیاره در هنگام پرواز، سوراخ کردن بدنه و همین کشیدن غلیان در موال طیاره جداً خودداری فرمایید. در میانه راه مریدان شیخ را گفتند که یا شیخ، ما در کجای راهی؟ شیخ زیرکانه نگاهی به اطراف انداخت و فرمود: این گونه پیداست که هنوز در میانه مرزهای طهورانیم. چندی گذشت و مریدان سؤال خود باز همین تکرار نمودند. شیخ چنان بار اول نگاهی به اطراف کرد و گفت: اکنون بر فراز مرز همی پرواز کردندی. طیاره به پروازش ادامه داد تا بار دیگر مریدان بر شیخ در آمدند که یا شیخ، هم اکنون ما در کجای مسیریم؟ شیخ نگاهی به چرخاندی و فرمود: اکنون ما در نزدیکی پاریس هستیم و تا دقایق دیگر بر آن در آمدندی. مریدان از این تیزهوشی شیخ سخت برآشفتند و او را پرسیدند: یا شیخ، مگر تو را علم غیب هست که چنان از مسیر طیاره اطلاع دقیق داری؟ شیخ مریدان را گفت: من نگاهی به اطراف انداختم و آن زن را دیدم که چهار قدش همین محکم بر سرش بود. فهمیدم که هنوز درون مرزهای طهورانی.
بار دوم دیدم چهار قد کمی شل شده و عقب رفته. دریافتم که بر فراز مرزها هستیم. بار سوم چون نگاه بر او انداختم بر سرش چهار قدی نیافتم. در آن زمان بود که گفتم به مقصد همی نزدیک شدیم. این گونه است که اگر مسافت مبدأ تا مقصد را همی بر 90 درجه تقسیم نمایید و در زاویه چهار قد ضرب کنید، خواهید دریافت که در کجای مسیر قرار داشتندید. این فرمول را فرمول نسبیت چهار قد شیخ گویند همی. مریدان که زیرکی شیخ بدیدندی، انان از کف همی دادند و جامه ها دریدند و خشتک ها برفکندند و نعر زنان راه بیابان در پیش گرفتند و در بیابان های اطراف پاریس مأوا گزیدند. نظر شما راجع به این؟ نظرم اینه که صفر صفریم. حالا ببین چی میشه. صفر صفر. برین حالا مصاحبه رو، شما برین مصاحبه رو ببینیم. من برم یه چهار تا گل اساسی خوشگل بزنم با ظرف خدمت شما هست. یکی از نکات جالبی که خیلی اتفاق میفته حتی برای من و برنامه من اینه که مردم فرق بین توهین و طنز رو، یعنی مرزش رو نمیتونن ببینن. وقتی که مثلا یه چیزی رو تعریف میکنی براشون، اگر در رابطه با خودشون نباشه یا اگر مستقیما به یه نفر نباشه، حالا بعضی وقتا مربوط به خودشون هم نباشه، بازم ممکنه ناراحت بشن، میخندن و کلی هم حال میکنن به محض اینکه مثلا احساس بکنن که مثلا این طنز یا این شوخی یا این کمدی به مزاجشون خوش نیامده، شروع میکنن به حمله کردن که آقا برای چی نمیدونم مثلا دخترای ایرانی رو مسخره میکنی، چی میخوای از جون پسرای بیگناه ایرانی، نمیدونم برای چی هموطناتونم. من فقط این نکته رو، حالا من به تو نمیخوام بگم چون تو میدونی، من به شما میگم که طنز در واقع یک موقعیت، یک شخص، یک حرف رو با نگاه قلف شده و تقریبا خنددار بهش نگاه کردن میشه طنز، یا همون به سخره گرفتن همه این سه تا چیزی که گفتم، یه موقعیت، یه شخص یا یک حرف، این میشه طنز. جور دیگه که مثلا طنز ساخته نمیشه که مثلا من از این مبله که نمیتونم طنز در بیارم که مثلا بگم این مبله یه روزش میره پاش گرفت به فرش خورد زمین در بهش گفت این فکر نمیکنم خنده ولی مثل خنده دار تو هم خوشت اومد ولی واقعا همین یه بار مردم میخندن، دفعه دوم بخوام تعریف کنم خنده نداره. این که بالاخره باید از یه چیزی طنز ساخت، این که میگن چرا مردم خودت، فکر میکنم تو هم با این قضیه برخورد کردی که میگن چرا مثلا ملت خودت یا مردم خودت رو مسخره میکنی، دوست دارن ملت دیگر رو مسخره کنی بیشتر، مثلا به مردم بخندن ولی به خودشون این نمیشه. این چیزی امکان نداره. برعکس قانون کمدیه. دقیقا. شما هر ملیتی راجع به ملیت خودش رو برمید. ببینید ما در آمریکا نژادهای مختلف زندگی میکنن. یک کمدین سیاه پوست راجب سیاه پوستا شو، یه کمدین سفید پوست راجب خودش رو اگه بخواد بیاد راجب سیاه پوستا صحبت کنه، خب اینو بهش میگن نژاد پرست و این خیلی بده. دقیقا. همینطور که اگه یک سفید پوست یا یک سیاه پوست بیاد ایرانی ها رو مسخره بکنه، ما خیلی به اون برمیخوره، میگه تو چرا اومدی نژاد ما رو. ولی ما دیگه دوباره ببینید قشنگی کمدینه، ما اجازه داریم راجع به نژاد خودمون به دیدگاه خودمون صحبت کنیم و دلیلش اینه که یک موضوعی رو من دارم مطرح میکنم به عنوان یک کمدین که عمق اون مطلب باید یه اثر به درد بخور باشه و برای همین استنداپ کمدی با ارزشه. و اگه که من راجع به ایرانی ها صحبت میکنم بخونی که خودم ایرانی هم، اگه من راجع به اصفهانی ها یا راجع به ترک ها مثلا یه سیدم به خودم بزدم، مثلا یه دفعه هم جوکر رو گفتم، بخونی که خودم هم خانواده مادری من اصلا بزرگ شدم، مثلا به توجیه خودم اینه که خب من که تو خانواده ترک بزرگم مثلا جوک ترکی بگم و حق ندارم مثلا جوک شیرازی رشتی بگم مثلا. خب ولی بازم به نظر من فرق نمیکنه چون همه ایرانی هستیم و میتونن همه با هم دیگه شوخی بکنن. در واقع واقعیتش اینه که مردم با جنبه ای هستیم.
مردم با جنبه‌ای هستیم، درسته. چون من یک بار داشتم به این فکر می‌کردم که ما خیلی جوک راجع به قومیت‌های مختلفمون با هم دیگه می‌شینیم، می‌گیم و می‌خندیم و هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. حالا یه تعدادی مثلا ممکنه بهشون بر بخوره. اتفاقا مردمون خیلی شوخ‌طبعی هستیم و جنبه‌مون هم برای شوخی خیلی بالاست. ولی خب بعضیا ممکنه بهشون بر بخوره، عکس العمل نشون بدن که حالا ما که با هم صحبت می‌کنیم حقیقتاً میگم من یه چیزایی رو، من به عنوان یک انسان هر چی سنم میره بالاتر یه سری رشد فکری پیدا میکنم و میبینم که خب یه موقع یه فکری هم یه جوری بود، یه فکرم عوض میشه. ولی من حقیقتا خودم هنوز مشکل دارم که قبول بکنم که جوک قومی اوکیه. یعنی اینو از صمیم قلب میگم، من کمدین خیلی برام راحته اگه میتونیم از خیلی جهات توجیه بکنیم که اشکال نداره، ولی نمیخوام که آسون بگیرم برای خودم. دلیلش هم اینه که ببین شوخی همیشه ما اینو میگیم یه حدی داره، درست. در جوکای قومی بعضیا اون حد رو به جایی بردن که ببین مثلا یک بچه 12-13 ساله، من دارم اون برای قضیه رو میخوام برای خودم ببینم، وقتی که همه مسخره میکنن مثلا اون قومشو، اون جوکایی که به اون قوم میشه سنگین تر از کسایی که مثلا در یه قوم دیگه هستن، یه تأثیری میذاره و این بچه میخواد حس نجات پرستی و یه بالاخره یه قسمت منفی داره. 100%. اگر که انسان‌ها تا اونجایی که میتونن مسئولیت قبول بکنن و اگه با هم شوخی میکنن، اون شوخی رو در حدی باشه که در حد شوخی باشه، یعنی اثری نذاره به طرف که اون طرف یه جوری قلبش بشکنه یا ناراحت بشه که بهش تأثیر بذاره، تأثیر بعد بذاره تو شخصیتش، تو رویش. خیلی حرف زدم ها؟ نه یه ذره دیگه بگم، یه تیکه دیگه میخوام بگم. بگو عزیزم. نه که الان واقعا صحبتمون خیلی خوبه، احساس میکنم. نه وقت داری، وقت داری، 30 ثانیه دیگه وقت داری. یه نقطه 20 ثانیه اینم اینه که نه بگو راحت باشه، دارم شوخی میکنم. نه میدونم عزیزم، دلیلی که کمدی میگن سخته و ارزش داره همین اینه، برای اینکه شما باید اینقدر رو مطلبت کار بکنی که کمترین آدم ها ناراحت یا مثلا احساس بدی بکنن. ما نمیتونیم همه رو کنترل بکنیم، ما بهترین کارمون رو ارائه میدیم و نمیتونیم هم به ساز همه برخسیم. ولی این هنر، به خاطر این هنره که شما مطلبت رو تا اونجایی که میتونی صیقل میدی که بیشترین مردم دوست داشته باشن و بخندن و کمترین مردم بتونن انتقاد منفی بکنن. Incredible confidence. And people wonder, especially our men, the confidence of a Persian man. And people like my American friends wonder, like, what is this guy? Like, you see the guy, you just look at him, you go, this is not much. But the guy, he carries himself like he's the king of the universe. And the guy goes, I don't understand why Ghazanfar walks around so powerful. What is it about this guy? My American friends, they always say, what is it about you guys? You have so much confidence. And I tell them, I figured it out. It's because the way our mothers raised us from the time we were a baby, it was special than any other cultures in the world. We're the only culture, when the baby is born, the mother will drop the baby up and down and say, It's an amazing thing. You know about Tala, James? Say it. Let me see how you say it. Say Tala. It means golden. Imagine the confidence is built with such an incredible repetition of positivity. The baby is just born, his subconscious is empty. And the first thing that fills up that conscious is, I am a golden d-. And then you wonder, why is he walking around, hello, how are you, how are you, how are you? Why is an Iranian guy walks like this, how are you? Yes, I am here, how are you? Hassan, how are you? Because he got a gold.
ما با مهمونا یه بازی میکنیم آخر صحبتم. خب به تو نمیگم چه بازی برای در نظر خب. گرفتیم میذارم در موقعیت قرار بگیری و ببینم چند مرده حلاجی. خوبه؟ من که عاشق گیمم. اینم اتفاقا یه چیز خیلی منحصر به فردی که مطمئنم تا حالا بازی نکردی. مطمئنم زیادم من خواستم عاشق گیم هستی ولی هیچوقت بازی نکردی. من گیمی که من مثلا بازی کردم ما نون بیار کباب اول بازی میکردیم. خب تیله بازی مثلا تیله چه میدونم اون که پس تقریبا حدود 35 سالیه که بازی نکردی کلن چون اینا بازیایی که مثلا تو 5 تا 7 ساله سن من اینقدر بالا نیست نه برای 35 سال. بعد وقتیم که ما گیم ما آتاری بود ما یه دونه دکمه بود و یه دسته الان 8-9 تا برای که من نمیتونم بازی کنم. منم آتاری دیدی جدیدن اومده آتاری رو دوباره برگردوندن یه خورده تکنیکی ترش کردن تمام اون بازیایی که بعد این چق چق بازی ها رو میذاشتی توش رو گذاشتن توش به صورت یه دونه هارد. خب و تمام اون بازی ها هست آتاری هم همون ریختی ولی دیگه واو. جدید شده هر چند تا دکمه داره نه همون یه دونه دکمه است در نظر گرفتم واسه آدمای عقب افتادیم مثلا نه من عجب جالب میگم این کاری که میکنین که گیم بازی میکنی خیلی جالبه اگه که من حقیقتا میگم که شو تو رو من خیلی دوست دارم سینا جان و خیلی خوشحالم که یه نفر مثل شما تصمیم گرفته که این فرم کمدی لیت نایت شو رو بیاره و به فارسی انجام بده. اینقدر مهربون و اینقدر دوستانه داریم برنامه رو به پایان میبریم اما بخش بازی برنامه من حالی از تو نه حال تو حال دقدلی همه این چیزایی که خوب بود باید بگیم الان باید یه جوری بالاخره این آرامش روحی رو من به خودم برگردونم. اتفاقا بازی هم که برای در نظر گرفتم یه جوری اون تمامی فشارهای روانی رو خالی میکنه. خیلی عالی برای خالی این شوی شماست من مهمون شما هر کاری بی هر گیمی داری بازی میکنیم باش ولی بدون گفتی که شیرازی‌ها مهمون نواز نیستن برای اصفهانی‌ها. آره برمیگرده یه روزم تو میای هست می مهمون من میشی یعنی تو نشون میدی که اصفهانی‌ها مهمون نوازن. خب پس من با این دور می صحبت میکنم بریم بازی که برای این برنامه در نظر گرفتم رو با مهمون عزیزمون از اصفهان و تبریز دیگه تبریز امتحان کنیم ببینیم چند مرده حلاجی من این کارم یا این کارم. خب رسیدیم به مرحله بازی مرگبارمان. هدف‌های متحرک چند تا از بچه‌ها که بهشون پول دادیم که بودون فرار کنن و منو مکس بهشون تیراندازی کنیم خیلی خنده داره. خیلی وقتی که نه خنده داره خنده دار نیست. خیلی خوب پس بادکنک می‌ذاریم بادکنک رو نشون بدیم که فکر نکنن ما آدم‌های قاتل و بی‌رحمی هستیم. نگاه کنید همین مرگ بادکنک ها اسم این قسمت هستش. خب اینجا 8 تا گلوله داره مکس 8 تا گلوله 4 تاشو تو میزنی 4 تاشو من هر کی بیشتر بادکنک ترکون اون برنده است. اول من بزنم یا تو بزن اول اول کردی یکی دوتا من میخواستم قرمز باشم حالا با دوتا بزنید چرا پرسپولیسی هستی؟ نه، من گفتم چی لیورپولی؟ الان می‌خواستم قرمز بشم. خب بذار آبیه رو می‌زنم واسه که دلت نشه. من قرمز بزنم یا آبی؟ سخت شد دیگه قرمز بزنم. قرمز بزنم. بعد رنگ خود بزنم. چیزی هست دیگه قاتله. چجوری داره؟ آسون من باشه. خب من فکر می‌کنم من تقریبا مشخص. چیزی داری؟ اون یه تیرم نمی‌زنم. اون یه تیرم نمیزنم. نه دیگه چون اگه بزنم دیگه تو باختی. بذار حداقل تو هم سه تا بزنی بعد به فینال که رسیدیم تکلیفشو روشن می‌کنیم. خدمت شما. الان تیر داره. ببین نفست رو هیچ کاری نداری که. خب پس بده من تو. من هر بزنم هر کدوم بخوره. It's very easy. بارکالله. بارکالله. فینال نرسید. اون سخته. تلفن بزنه. فرض بگی تو قایق داری تیراندازی میکنی قایق طوفانی
و یه اژدها داره به سمتت حرکت میکنه. نمی‌تونم بزنم. باید بزنی. دیدی نشد؟ یکی دیگه داری. همچنان بزن آخریه رو با همین وضعیت رو قایق بزنی. نه دیگه چرا حال نمیده؟ تو که الان با یه تیر دو تا نشی. نه میتونی. به جان نه خیلی ساده است. بزن. بابا که ساده، آخه یه جورایی این باد میاد پولش دادن. تو با سه تا تیر سه تا زدی؟ منم با سه تا تیر سه تا زدم. نه من چهارمیشم تو قایق بودم، یه قایق اینجا ما رو متحرک میکرد و که زده بودم مثلا. خلق مساوی خوبه، راضی به مساوی؟ ما در تیر اندازی مساوی هستیم. دقیقا، ولی در طنز پردازی مکس استاد بنده است. ما در تیر اندازی ایشون واقعا آدم کش حرفه‌ای. توفنگ ندیدم من این دفعه اولم با توفنگ دارم. تازه توفنگ نریده بودی و این کاره بود، یعنی تو شناگر قابلی هستی، آب نریده بودی. آره من شناگر خوبی هستم، بخواه شناگر. من حیف این باید میرفتیم تو آب الانو. دمشگر، کلی حال داد، قربونت برم من. تشکر. خیلی محبت کرد و آخرین باری که دارین مکس رو میبینین، چون دوتا گلوله آخر رو من توی قلب خودم خالی میکنم به خاطر دلتنگی. خیلی خوب بود. امروز این گیم که بازی کردیم حالا با تفنگ بود. دفعه دیگه یه گیم دیگه بازی میکنیم که از این خطرناک‌تر باشه. این زیاد خطرناک هم باد بودک زدیم ما. یه گیم بازی کنیم که مثلا اومدم من مهمون تو شدم، اون موقع میتونیم با هم دیگه مثلا با تانک بریم توی شهر. نه و نه توپ و تفنگ و اینا نه، مثلا یه کار ورزشی. فوتبال مثلا ها؟ فوتبال نه، فوتبال حتما نه. دمت گرم، خیلی حال داری، قربونت برم من. من همچنان در خدمت شما هستم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. واره گل بیاین. خیلی گل قشنگی زد. باریکلا. باریکلا. ما بردیم ولی می‌خوام به اون تحفظ بدیم بریم بیرون. خیلی بدبخت. مشخصه. چالش شدیم. و خدمتتون عرض بکنم که ما همچنان در خدمت شما هستیم، اما مسابقه که همه می‌خواستن ببینن ترکیب آیفون چی میشه. آیفون بره من. این آیفون فردا ما قرعه کشی رو انجام میدیم. رأس ساعت 12 ظهر قرعه کشی رو به صورت زنده روی فیسبوک انجام میدیم، روی اینستاگرام و روی توییتر هم نتیجه اعلام میشه و شما میتونید ببینید چه کسی برنده جایزه این دوره شده. برای دوره بعد، برای آیفون بعدی هم از همین امشب این لینک برنامه امشب رو باید روی فیسبوک شیر بکنید، لایک بزنید و جواب مسابقه رو هم بدید. روی اینستاگرام لایک میزنید، جواب مسابقه رو میدین و یکی از دوستانتون رو تگ میکنید، توی توییتر هم فیوریت میکنید، ری توییت میکنید و جواب مسابقه رو میدید. اینجوری اسمتون میره توی لیست قرعه کشی. هر سه تا کار رو هم باید انجام بدین، یادتون نره ها. این اینستاگرام منه، این فیسبوک منه، اینم توییتر منه. این از مسابقه، یادتون نره. همین الان برنامه تموم شد برین شیر این کارهایی که گفتم رو بکنید دیگه. دهنم کف کرد. خدمتتون عرض بکنم که تا الان دیگه مسابقه ما هم دیگه رو به پایانه. فقط خدمتتون عرض بکنم که ما باید ایرانی بودن خودمون رو ثابت کنیم با وقارت تمام و خالصیت جهان و به مدارج بالا برسیم. مدارج بالا بعد از فوتبال چیه؟ بعد از اینکه قشنگ همه عرق ریختیم و انرژی نهفته در بدنمون اینجوری آزاد کردیم، همگی با هم دیگه بریم چلو کباب بزنیم. مکس نظرتو بگو. من یه درس خیلی بزرگی امروز گرفتم برای شاکری. یه درس بزرگی گرفتم. فوتبال بازی کردم توی دبی. اینه که خانم‌ها رو دست کم نگیری. در بدترین شرایط چنان بلایی به سرت میارن که تا آخر عمر دنیاتون نره. گلی خورد از یکی از خانم‌های بسیار صاحب سبک. رونالدینیه. گلی خوردم از خانومی که تا یه عمر داره به سینا گل میزنه. از زن من گل خورده. افتخار. گل که سنه گل خوردم. بلش.
Max. بعد از فوتبال نتیجه فوتبال بازی کردن با سینا اینه. اینطوری بر راه بری خونه. سینای مهمون نواز. به خدا ما گذاشتیم لایی گلم به اون بزنه. یعنی ما در این حد مهمون نوازیم. ما کارهایی رو گذاشتیم. یه لایی به من زد. من چون بگیریم و ما دوستم ببینم. این ما میخوام یه تیم ملی خودمون تشکیل بدیم. تیم ملی کمدین ها. تیم ملی کمدین ها. اسمشو میزنیم تیم بدنی. دقیقا. تیم هنرمند ها هستش. تیم کمدین ها. تیم کمدین ها. تیم کمدین ها. آره. چون آره دیگه تیم هنرمند ها هست. پر از هنرمند. پر از هنرمند. تیم کمدین هایی که اصلا خنده دار نیست وقتی بازی میکنه. بیشتر گریه داره. باعث تأسف و گریه است. کسی نمیتونه من اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.